در حالی که زنگ خطر گسترش غیرقابل کنترل شیوع کرونا در ایران به صدا درآمده و ابهام در تعداد مبتلایان و ناقلان و کمبود امکانات همچنان ادامه دارد و آمار رسمی مبتلایان به کرونا به مرز هزار نفر نزدیک شده و قربانیان رسمی به 54 نفر سعید نمکی وزیر بهداشت در یک نشست خبری اعلام کرد وزارت بهداشت از روز چهارشنبه اقدام به قربالگری میماران مبتلا مبتلا کرونا را در کشور آغاز خواهد کرد. وی اظهار داشت وزارت بهداشت به منظور انجام این کار 300 هزار اکیپ مجهز را در سراسر سر کشور برای مراجعه به منازل تجهیز کرده است. نمکی افزود طرح قربالگری خانه به خانه برای اولین بار در جهان است که اجرا می شود وزیر بهداشت با بیان اینکه برای اجرای این طرح دوشنبه شب در یک نشست ویدیو کنفرانسی با رؤسای علوم پزشکی در سراسر سر کشور درباره جزئیات اجرای این طرح گفتگو خواهد کرد گفت این اقدام با کمک سازمان بسیج و همراه با تجهیزات بیماری یابی به صورت خانه به خانه در سراسر سر کشور اجرا خواهد شد نمکی تاکید کرد با این اقدام کرونا در ایران ریشه کن خواهد شد کشور ایران سابقه ریشه کن کردن بیماری های ویروسی باکتریایی و عفونی را در کارنامه خود دارد اما تنها ریشهکنی فلج اطفال که در دهه هفتاد صورت پذیرفت را میتوان جزء سوابق مثبت جمهوری اسلامی در خصوص ریشهکن کردن بیماری های واگیردار تلقی کرد و بقیه تلاش ها برای ریشهکنی بیماری های افونی و واگیردار در دوران پهلوی صورت پذیرفته است. کارشناسان معتقدند که حتی اگر دولت امکان قربالگری گسترده بیماران را می داشت اما به علت حضور این افراد همچنان بیماری گسترش خواهد یافت در این حال این اقدامات برای قربالگری در حالی انجام می شود که تا همین ده روز قبل مراکز درمانی در ایران امکان بررسی ابتلای بیماران به کرونا را نداشتند و بیماران مراجعه کننده را بدون هیچ خونه آزمایش یا اقدام کنترلی از درمانگاه ها مرخص می کردند. بسیاری یکی از دلایل عمده شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور را کم توجهی مراکز درمانی به نشانه های احتمالی ابتلا به کرونا در بین مراجعه کننده ها می دانند. که به جای قرنطینه کردن بیماران با بیتوجهی این افراد را در سطح شهر به حال خود گذاشته تا هزاران نفر را مبتلا کنند به گفته کارشناسان تا پیش از هشدار شیوع بیماری در قوم که توسط برادر بیمار فوت شده است. صورت پذیرفت مراکز درمانی هم به حالت آماده باش در نیامده بودند و پرسنل درمانی در درمانگاه ها و بیمارستان ها به علت عدم آماده باش برای پذیرش و قربالگری بیماران مبتلا به کرونا نسبت به بیماران احتمالی کرونا نیز واکنش مناسبی نداشتند و آنها را بدون مراقبت خاصی ترخیص می کردند. کارشناسان معتقدند اقدام دولت برای قربالگری بیماری با استفاده از طرح خانه به خانه اگر گروه های آسیب پذیر و غیر قابل دسترس در این حوزه را مد نظر قرار ندهد و برای کنترل بیماری در بین این افراد برنامه نداشته باشد از قبل یک برنامه شکست خورده است. در این حال طرح پیشنهادی دولت نیز انتقادات زیادی را به دنبال داشته است برخی تاکید دارند حضور افراد در به منازل برای شناسایی بیماران مبتلا به کرونا می تواند تیم مراجع کننده را نیز به ناقلان ویروس تبدیل کند با توجه به اینکه امکان ضد عفونی کردن دائمی و مستمر تیم وجود ندارد احتمال اینکه این افراد در حین شناسایی بیماران ویروس را از خانه به خانه دیگر انتقال دهند بسیار بالاست. در حالی که به گفته تحلیلگران تنش رابطه ای ایران و آمریکا به حد بالایی رسیده است و جمهوری اسلامی با مشکلات متعددی در حوزه سیاست خارجی و داخلی دست و پنجه نرم می کند، مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر با اشاره به دروغگویی جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای مسافری ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی به خاطر تحویل ندادن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی اظهار داشت کشتن سلیمانی توسط آمریکا باعث شده جمهوری اسلامی متوجه جدیت آمریکا بشود به یفسود آمریکا به روشنی به رژیم ایران نشان داده است که آمریکا آماده ی بازدارندگی است. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به فعالیت های سلیمانی در منطقه گفت او برای کشتن آمریکایی ها توطعه می کرد. افسود کشتن سلیمانی موجب شد تا تهدیدها علیه نیروهای آمریکایی کاهش یابد. مایک پمپئو در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر به اشکالات برجام اشاره کرد و اشکال برجام را در کوتاه بودن راهکارهایش دانست. وی اظهار داشت بر اساس برجام محدودیت موشکی جمهوری اسلامی از ماه اکتبر برداشته خواهد شد و افسود آمریکا در تلاش است تا از فروش سلاح‌های متعارف به ایران جلوگیری کند او همچنین در اظهاراتش تاکید کرد دولت آمریکا به جمهوری اسلامی پیشنهادهایی در خصوص کمک به ایران برای مهار کرونا ارائه داده است وی در اظهاراتش با بیان این موضوع که های بهداشتی در ایران قوی نیست گفته است ایران تمایلی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات درباره آنچه واقعا رخ داده ندارد. اظهارات مایک پومپئو با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شده است سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این موضوع که مقابله با ویروس کرونا به یک اپیدمی جهانی تبدیل شده و کشورهای زیادی را در برگرفته گرفته اظهار داشت کنترل آن نیازمند یک اراده جهانی و همکاری وسیع بین المللی است او اظهار داشت حل مشکل این اپیدمی با حرکات نمایشی و اغراض سیاسی قابل رف نیست موسوی افزود نمی بتوان با سوء استفاده از رنج و عذاب بیماران و آسیب دیدگان بر این اپیدمی غلبه کرد. موسوی اظهار داشت ادعای وزیر امور خارجه آمریکا برای کمک به ایران قبل از آنکه به ایران اعلام شود در رسانه ها اعلام شده و روی آن تبلیغات وسیع انجام شده است به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را یک حرکت تبلیغاتی و ریاکارانه دانست که برای فریب افکار عمومی جهان صورت میگیرد سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت ایران برای مقابله با کرونا کمکهای کشوری را که با تروریسم اقتصادی باعث فشار گسترده بر مردم ایران شده و حتی راه خرید دارو و تجهیزات پزشکی را مسدود کرده ادعایی مسک و یک بازی سیاسی روانی می داند به یفزود ایران برای تأمین نیازهای دارویی و بهداشتی کشور و مقابله با ویروس کرونا با کشورهای زیادی در تماس نزدیک است موسوی افزود تجهیزات مورد نیاز از طریق کشورهای دوست ایران تأمین شد و محموله های نیز در راه است جمهوری اسلامی در حالی اعلام میکند که نیاز به کمک های ایالات متحده ای آمریکا ندارد که ساده ترین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کرونا من جمله دستکش و الکل نایاب شده است و شهروندان حتی در شهر تهران به آن دسترسی ندارند تحریم ها امکان دسترسی به تجهیزات بهداشتی را محدود کرده و به اعتقاد برخی کارشناسان شرایط سخت اقتصادی که در پی تحریم ها ایجاد شده امکان مقابله با بیماری را برای گروههایی از مردم بسیار کاهش داده است. در حالی که کرونا مجلس را در کنار دیگر نهادها و بخش های کشور به تعطیلی کشانده و امکان بررسی بودجه 99 را متوقف کرده است، خامنه ای با صدور دستور حکومتی تصمیم درباره تصویب بودجه سال 99 را که در مجلس کلیات اشرت شده بود را به عهده شورای نگهبان قرار داد و مانع از انتقال آن به مجلس آینده شد. نمایندگان مجلس در اولین هفته کاری بعد از انتخابات مجلس یازدهم کلیات لایحه بودجه دولت روحانی برای سال آینده را رد کرده بودند و آن را برای بررسی بیشتر به دولت بازگردانده بودند اما با توجه به تعطیلی مجلس به خاطر کرونا به گفته نمایندگان دیگر امکان بررسی لایحه بودجه توسط مجلس فعلی وجود نداشت و لایحه بودجه به سال آینده و خرداد ماه و مجلس جدید محول می شود. موضوعی که امکان انجام آن برای شرایط اضطراری کشور وجود ندارد و امکان تصویب به بودجه سال 99 با چهار ماه تاخیر وجود ندارد و دولت نمیتواند چهار ماه با ردیف های بودجه سال گذشته به فعالیت خود ادامه دهد. کرونا همچنین موجب صدور حکم حکومتی توسط علی خامنه ای برای ادامه سرپرستی بر وزارت کشاورزی نیز شد. معرفی وزیر کشاورزی به مجلس به علت تعطیلی مجلس به خاطر کرونا به تعویق افتاده است به نظر می رسد علی خامنه ای در چند ماه اخیر به جای نمایندگان مجلس به تصمیم گیرنده اصلی در خصوص اقدامات مجلس تبدیل شده است. تعلل مجلسی ها در انجام اقدامات لازم و همچنین کندی عملکرد آنها و عدم قاطعیت آنها در خصوص تصمیمات ضروری کشور عملا مجلس را در چند ماه اخیر به عنصری نمایشی در حوزه تصمیم گیری های کشور تبدیل کرده است پیش از این نیز نمایندگان مجلس که در اعتراض به گرانی بنزین در آبان ماه و در پی اعتراضات مردمی در آبان ماه تصمیم به ملزم کردن دولت برای کاهش قیمت بنزین گرفته بودند گرچه حکم حکومتی صادر نشد اما در پی نامه علی خامنه‌ای در مسلحت ندانستن این اقدام و دفاع از گران شدن بنزین اقدام اعتراضی خود را متوقف کردند به گفته تحلیلگران و ناظران در عمل مدت هاست که مجلسی ها در تصمیم گیری های شاخصی در خصوص کشور مشارکت نکرده و اقدامی نکردند در چند ماه گذشته نیز عملا مجلس تعطیل بوده است در چند ماه اخیر در عمل علی خامنه به جای نمایندگان تصمیم گیری کرده است در میانه بحث مقابله با ویروس کرونا اکنون بحث انتقال ویروس از طرف نمایندگان به مردم به یکی دیگر از موزلات کشور در خصوص کنترل کرونا تبدیل شده است با وجود تست مثبت 23 نماینده و با این وجود که بسیاری از آنها روزهای متوالی قبل از توقف فعالیت‌های مجلس با مردم در ارتباط بودند، اکنون مشخص است که این نمایندگان می توانستند که به عنوان ناقل اصلی در انتشار ویروس به شهرهای دوردستتر که افرادی از آنها برای رفع مشکلاتشان به مرکز میآیند عمل کرده باشند. در همین حال شهرهای بیشتری نیز به وضعیت قرمز نزدیک شده و فرمان داران و شهرداران در تعدادی از شهرهای کشور وضعیت فوقلاده اعلام کردند. مردم در بسیاری از شهرها به شکل خودخواسته در قرنطینه قرار گرفتند و عبور و مرور در کلان شهرها به حد اقل خود رسیده است. در همان حال مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب مجلس هم گفته است دولت کرونا را شوخی گرفته است. وی تاکید کرده میزان جدیت اعمال شده در مقابله با کرونا کافی نیست. وی همچنین ضمن انتقاد از عدم قرنطینه قوم و تاکید بر ضرورت برقراری قرنطینه از وزارت بهداشت خواسته است که باید با دستورات نظامی جلوی شیوع بیماری گرفته شود پزشکیان همچنین با بیان این موضوع که بیمارستان ها دیگر برای بیماران جا ندارند اظهار داشت اگر کشور را همان اول 15 روز تعطیل می کردند، بهتر از این بود که الان کلا تعطیل شود به افزود واقعیت این است که کمبود جا در بیمارستان ها به موزلی جدی تبدیل شده است در پروتکل های جدید پذیرش بیمار در بیمارستان ها و اورژانس کشور تأکید شده است که برخی از بیمارستان ها و اورژانس ها تا اطلاع ثانوی از پذیرش بیماران عادی خودداری کنند و در عوض بیماران مشکوک به کرونا را فورا بستری کنند او تأکید کرد اگر تعطیلی شهر آلوده در همان آغاز صورت میپذیرفت امروز اینطور کشور آلوده نمیشد او همچنین تاکید کرد آمارهای ارائه شده از طرف وزارت بهداشت در خصوص تعداد مبتلایان و فوت شده ها واقعی نیست او تاکید کرد بسیاری از افراد مبتلا اصلا تست نمی دهند که وزارت بهداشت به تعداد دقیق مبتلایان را اعلام کند این موضوع مورد تایید بسیاری از تحلیلگران هم هست. از ابتدای اعلام تعداد مبتلایان توسط وزارت بهداشت، تحلیلگران بارها تاکید کردند که آمار اعلام شده مربوط به افراد تست شده است، نه تعداد مبتلایان واقعی. پزشکیان همچنین با اشاره به ناقل بودن قطعی نمایندگان اظهار داشت همه نمایندگان هم تست ندادند و تعداد نمایندگانی که تست کرونای آنها مثبت اعلام شده کسانی هستند که تست دادند وی با اشاره به آنکه نمایندگان مجلس همینجوری تست دادند و علامتی از بیماری در آنها وجود نداشته و با این وجود تست آنها مثبت بوده اظهار داشت در جامعه هم همین وضعیت وجود دارد که اگر مردم تست بدهند تعداد زیادی از مبتلایان شناسایی خواهند شد پزشکیان یکی از دلایل ابتلای نمایندگان را مراوده بالای آنها در هنگام انتخابات با مردم دانست و اظهار داشت این مراودات که همواره بین مردم و نمایندگان وجود دارد و در حین برگزاری انتخابات هم افزایش یافته است موجب ابتلای بالای نمایندگان به کرونا شده است پزشکیان هر ناقل کرونا را بم دانست که در خیابان میچرخد و دیگران را نیز آلوده میکند برخورد با فعالان مدنی و به ویژه حوزه روزنامه نگاری همچنان ادامه دارد. کیوان صمیمی روزنامه نگار ایرانی و سردبیر اسبق نشریه ایران فردا که در اردیبهشت سال 98 در اعتراضات روز کارگر در مقابل مجلس دستگیر شده بود در احضاریه‌ای به دادگاه انقلاب احضار شده است اتهامات وی در این احضاریه که برای وی صادر شده اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اخلال در نظم آسایش عمومی فعالیت تبلیغی علیه نظام توهین به رهبری و توهین به امام خمینی اعلام شده است وی باید برای توضیح درباره این اتهامات در دادگاه حاضر شود همچنین عضو کانون نویسندگان ایران است و در اردیبهشت ماه امسال و همزمان با روز جهانی کارگر به همراه تعدادی از فعالان مدنی به دلیل شرکت در تجمع در مقابل ساختمان مجلس بازداشت شده بود. وی پیش از این هم در پی اعتراض های سال 88 و در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده و شش ماه در زندان رجایی شهر زندانی شده بود. بسیاری از دستگیر شده های تجمعات روز کارگر همچنان زندانی هستند و در انتظار اجرای احکام قرار دارند. به گفته برخی فعالان برخی از این اتهامات که صمیمی برای توضیح درباره آنها باید در دادگاه حاضر شود می تواند سالها وی را در زندان نگه دارد در حالی که آمار فوتی های ناشی از ویروس کرونا به 100 نفر نزدیک شده و مبتلایان نیز به مرز 3000 نفر رسیده است، تصمیم وزارت بهداشت برای مراجعه خانه به خانه به جهت مانیتور کردن و قربالگری مبتلایان کرونا با انتقادات زیادی از طرف کارشناسان بهداشتی و فعالان اجتماعی و مدنی و همچنین پزشکان انجام شد. وزارت بهداشت با عقب نشینی تلویحی از این تصمیم خود اعلام کرد. از ابتدا هم برنامه یه تر این نبوده است که ماموران وزارت بهداشت به خانه ها مراجعه کنند، بلکه قصد وزارت بهداشت از این اقدام این است که از راه دور آموزش های لازم را به من مردم بدهد این در حالی است که برخی از اعضای مجلس نیز ضمن انتقاد از وزارت بهداشت خواستار توقف سریع طرح مراجعی 300 هزار اکیپ به درب منازل مردم شدند برخی از نمایندگان و حتی فعالان مدنی و پزشکان به سراحت اعلام کردند که درب منزل خود را به روی نمایندگان وزارت بهداشت باز نخواهند کرد. وزیر بهداشت اعلام کرده بود که این اقدام برای اولین بار در جهان قرار است رخ دهد و با چنین اقدامی وزارت به بهداشت با هدف ریشه‌کن کردن کرونا قربالگری خانه به خانه را آغاز خواهد کرد. برخی از کارشناسان با نادرست مقایسه این اقدام وزارت بهداشت با بسیج مردم برای گرفتن فشار خون تاکید کرده بودند که این دو اقدام هیچ شباهتی با هم ندارند و در خصوص بسیج مردمی برای گرفتن فشار خون هیچ نگرانی از جهت انتقال ویروس وجود ندارد. این اولین بار نیست که دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی با تصمیمات نادرست در خصوص مواردی که مستقیما جان مردم را مورد مخاطره قرار میدهد کشور و مردم را در معرض آسیب جدی قرار میدهند تصمیمات خلق و سائه و بدون منطق کارشناسی مهمترین و عمدهترین آسیب کشور در زمینه مواجهه با بحران ها هستند که همچنان با کم توجهی مسئولان نسبت به انجام آنها و تصمیمات دفعتی توسط دولت مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد می کنند. به گزارش رویترز دوهه پایتخت قطر روز یکشنبه شاهد امضای یک, یک توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان بود که یک برنامه زمانی معین را برای خروج 13 هزار نیروی نظامی آمریکا از خاک افغانستان تعیین می کند و همچنین طالبان قبول می کند که علیه منافع آمریکا اقدامی نکند و گفتگوهای بینال افغانی را نیز از 10 مارچ آغاز کند در همین ارتباط مارک سپر وزیر دفاع آمریکا که به کابل سفر کرده این توافق سرخ را فرصتی برای واشنگتن جهت تمرکز بیشتر بر مناقشه آتی و احتمالی خود با پکن می‌داند. وزیر دفاع آمریکا در جریان اعلام بیانیه مشترک با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در کابل اظهار داشت دانالد ترامپ در واکنش به تهدیدهای تروریستی که امنیت آمریکا و متحدان آن را به خطر میاندازد درنگ نخواهد کرد اما او گفت خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان هدف نهایی واشنگتن است مارک اسپر پیشتر اعلام کرده بود که خواهان کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان است تا از این رهگذر منافذ نیروهای آمریکا را مجدداً به منطقه آسیا-پاسیفیک برای مقابله با خطرات چین و روسیه گسیل نماید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی قرارداد صلح آمریکا با طالبان را به منزله تحقیر آمریکا دانست این در حالی است که ایران با آنکه از سوی قطر به مراسم امضای قرارداد دعوت شده بود حاضر به شرکت در مراسم نشد وی در توییتی نوشت اشغالگران آمریکایی اصلا نباید به افغانستان حمله می کردند ولی این کار را کردند و تبعات آن را به گردن دیگران انداختند اکنون و پس از 19 سال تحقیر آمریکا شکست خودش را بزک می کند خواه در افغانستان سوریه عراق و یا یمن مشکل ایالات متحده است ایالات متحده منطقه را ترک خواهد کرد در حالی که آشفتگی های عظیمی را از خود به یادگار خواهد گذاشت به نظر می رسد با آنکه ایران با طالبان رابطه نزدیکی برقرار کرده بود و در مراسم مزبور نیز این گروه از برخی کشورها از جمله ایران تشکر کرده بود شاعبه حضور مقامات ایرانی و آمریکایی در زیر یک سقف عامل اصلی عدم حضور در مراسم مزبور می باشد. به گزارش CNN وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی روز دوشنبه دو موشک ناشناخته از ساحل شرقی خود آزمایش کرد. این آزمایش موشکی نخستین آزمایش موشکی در کره شمالی از 28 نوامبر تا کنون به شمار می رود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که دو موشک از شهر وونسان در سواحل شرقی شلیک شد و اینجا همان جایی است که پیونگیانگ سلسله کوتاه کوتاه‌برد را مورد آزمایش قرار داده است. وزارت دفاع کره جنوبی جزئیات بیشتری درباره نوع این دو موشک ارائه نکرد اما تاکید کرد که هر گونه عملیات شلیک موشکی اضافی را زیر نظر دارد. به گزارش رویترز روز یک شنبه به دنبال آنکه پارلمان عراق در یک نشست فوقالعاده برای دومین بار در کسب رأی اعتماد برای کابینه علاوی شکست خورد محمد توفیق علاوی نخست وزیر جدید و منتخب عراق که مورد حمایت جریان صدر بود در پیامی ویدئویی در نامه رسمی خطاب به برهم صالح رئیس جمهوری عراق بابت عدم موفقیت خود در تشکیل کابینه عذرخواهی کرد و رسما اعلام کرد که از این مقام کنارگیری می کند. وی درباره علت کنارگیری خود گفت چندین حزب سیاسی با توسل به کارزارهای تبلیغاتی و شایع پراکنی که نتیجه آن عدم حد نصاب لازم در پارلمان برای رعی گیری بود نشان دادند که نسبت به اجرای اصلاحات جدی نیستند رئیس جمهوری اراق ضمن پذیرش نامه عذرخواهی علاوی اعلام کرد که رایزنی ها برای انتخاب یک جانشین آغاز شده است